چه آغوش است یا رب موجه دریای رحمت را، که هر کس ره ندارد هیچ سو سوی تو می آید، که هر کس ره ندارد هیچ سو سوی تو می آید. هر سو که دویدیم هم از سوی تو دیدیم، هر سو که دویدیم هم از سوی تو دیدیم، هر جا که رسیدیم سر کوی تو دیدیم، هر جا که رسیدیم سر کوی تو دیدیم. علیکم السلام و رحمت الله. چه حال دارین؟ شب روز به خوبی و آرامی و صحت مندی امیدوارستون بگذره. نفس می کشم و زندگی می کنم و اما یک موضوع را متوجه هستم که عمر زیاد گذاشته و عمر کم مانده. بگذاری کوشش می کنم که از تجارب گذاشته استفاده کنم و هر قدمی که می مانم هم در گپ زدن و صحبت و هم در یک شروع یک موضوع باید احتیاط بکنم. دیگه چیز بر شما نمیگم، شما بهتر میکنم. خب دکتر صاحب، از شما هر قدر عمری که گذاشته با بسیار افتخار گذاشته، با بسیار دستاورد گذاشته، هزارها نفره که با شما، با موسیقی شما، میلیون ها نفره که علاقه مند هستن هم با ما موافق هستن. ما داریم در افغانستان شخصیت هایی را که خوب یا بد سپری کردن، مگر وقتی که رفتن از دنیا بسیار کم مردم متاثر شده، به خاطر که او کارنامه های زشتشان هم در ذهن مردم باقی مانده، و شما از جمله پر افتخارترین شخصیت های افغانستان هستین. و هر قدر که شما عقب میبینین به زندگیتان، به گذشتهتان، من باور دارم به بسیار آرامش و وجدان شما نفس میکشین و این افتخار بزرگ است. و هر کس به این سن سال با این حس نمیتونه باشه، این افتخار است کسایی که قسم زندگی کرده باشن. منیجه جان، یک از داره به حضور شما بکنم. 87 سال دارم. به 87 سال ما از وقتی که دست چپ از راست شناختیم که ما فکر میکنم سالهای 12، 13، 14 سالگی ما بوده، آدم متفکر بودیم. هر روز خود یک شمارش داشتیم و از پدر و مادر چیزی که آموختیم که باید همونطور که نام برای ما انتخاب کردن محمد صادق، باید صادق باشم. صادق بودیم تا حد توان و خود پاک نگاه کردیم، هم تا حد توانه که یک انسان میتونه خود نگاه بکنه. و امروز هم قد دعوا کرده میتونم که در تمام زندگی خود دروغ نگفتیم و هر قدم که ماندیم راستکارانه ماندیم، وطن خود دوست داشتیم، هم وطن خود دوست داشتیم و انسان دوست داشتیم. در هر جایی که هست و به هر دین و مذهبی که هست و ما تعلق نداره که چی دین است و کدام مذهب است، ولی انسان راستکار برای ما قابل احترام بوده، انسان بی‌ضرر برای ما قابل احترام بوده، انسانی که اگر خیرش به کس نرسیده شرش هم به کس نرسیده مورد احترام ما بوده و هست و خواهد بود. بگه کوشش کردیم در تا حدود انسانی، اما تا جایی که آدم میتونه خود پاک نگاه کنه، راست برتان میگم از دل و جان بسیار پاک خود نگاه کردیم و چیز در گذشته خود، اما تو یک چیزی که روسیاهی به او باشه و پشیمانی به او باشه، امیر ما ندارم. امیر برتان اطمینان میدم. خواهش میکنم سوالایتان رو بفرمایید. افتخار میکنیم به شما دکتر صاحب گرامی. ما فقط در رابطه به آهنگای شما و مشکلاتی که ما در رسانه ها و صفحه یوتیوب و فیسبوک گاهی و در ساوند کلاود شما دارم، گاهی با کپی رایت آهنگای شما مواجه میشم
و مجبور میشم آهنگ یا حذف کنم یا استدلال کنم با منبعی که او ادعا را پذیرفته که آهنگ به شما یعنی حقوق شما نداریم که نشر کنیم، گرچه صفحه ناشناس.org یا و همچنان ساوند کلاود شما و فیسبوک شما دقیقاً به نام شماست. یوتیوب که من قبلا داشتم چون بیننده یک مقدار داشت به او خاطر حد زدم که آهنگای شما را در یک پلیلیست جدا پرتم و آهنگای شما در یوتیوب منیژه نادری وقتی که نشر میشه او هم به فیسبوک شما ارتباط میگیره و میخاطر و او یوتیوب البته مربوط شهمامه هم است، انتشارات شهمامه هم فیلمایش در اونجا بیشتر از 60-70 فیلم وجود داره که ما قبلا فیلم برداری کردیم و گذاشتیم برنامه های زیاده. به هر صورت مشکلی که من مواجه میشم بیشتر در رابطه با شمار از آهنگایی است که دوستایی که در صفحات خود را علاقمندای شما البته اپلود کردن و بعدا حقوقشان به نام خود کردن و با نام های متفاوتی که ما هرگز از زبان شما و نام ها را نشنیدیم مواجه میشم. به هر صورت کمپانی هایی که مربوط کاپی رایت هستن همیشه با ما استدلال می داشته باشن و بعضشان قناعت کردن بعضشان اصرار دارن با فشاری دارن که یا حقوق از یا هنگ ما نداریم و اجازه نشرش به صفحه شما نداریم یا بعض ورننگ های دیگه به ما می تن. به او خاطر من می خواهیم که همین دقیقا نظر شما رو در این مورد بگیرم. آیا من اجازه دارم در یوتیوب خود آهنگ های شما رو نشر کنم؟ و چون وابسته به صفحه نوای ناشناس است و ساوند کلاود و وبسایت شما و فیسبوک شما، از کدام حقوق برخوردار است در رابطه به آهنگ های شما؟ میشه شما توضیح بدید؟ من یه جان نادری برای شما یک عرض بکنم بسیار صادقانه و بسیار مخلصانه و از روی تجارب چندین ساله خود چندین دهه کمتون نیست که 70-80 سال میشه. ما به خاطر دارم در سال 1953 یا 54 فکر کنم باشه که 13 تا نه 19 تا 53 و 54 که فعالیت هنری را با نامهای مختلف شروع کرده بودم، با نامهای بیباک، پرواز و راست نهاد. راست نهاد همون صادق فطرت است، راست نهاد است ترجمه ایش. ما همون را شروع کرده بودم مناسب میکنم. ما در امو وقت در سال 1952 یا 53 که جناب مرحوم استاد عبدالغفور برشنا همونجا پیش روی ما یک کمپوز خوده که مطلع مخاندنش مدتی شد که تو را من ندیدم سر را، امیر پیش روی ما با یک خانم به نام شهلا که نامش بخرم نام اصلی سامعه بوده ولی به نام هنری شهلا میخوند، برای ازمو امی به نام مدتی شد که تو را من ندیدم سر راه، امیر کمپوز ساخت و ای آهنگ چندین دفعه نشر شد توسط هنرمندای بگه هم امی خوانده شد. اما در سال 1967 در فیلم وقت به نام روی کمپوزیتور دایرکتر کمپوز موسیقی به نام از رو در فیلم وقت ای برآمد و در اونجا امیری زهره جبی تجه معلوم نهیم به نام عظمی چیز برآمد، برای دی که در اونجا یه یک نفر پشتون میخواند و پشتون باید یک آهنگ افغانی ره یا پشتونی ره باید بخوانه. اینمی بهترین چیزی بود که آقای روی ایره گرفت و به نام بشاعر داد و او شاعر هم امیری زهره جبین مدت شد که تو را امیر ساخت. اینمی آهنگ یعنی چندین سال بعد به نام روی برآمد. مگر پسان باز گفتن که خود ایدی اجازه گرفته بود از آقای برشنا. ما فکر نکنم که اجازهش رسمی بوده باشه، اگر تلفن بوده باشه او دیگه زیاد اعتبار نداره، اعتبار آدم نمیتونه بکنه، برای دی که یک رسمیت باید میداشت که رسمی از او خواهش کنه و بعد از او بگه. یعنی امو چی شد؟ یعنی از امو وقت من تو فهمیدم که در هندوستان از امو زمانه های بسیار پیش با کمک انگلیس ها امین موضوع کاپی رایت یا حفظ حقوق اینمی از قرار گذاشته شده بود و تا امروز هم دوام داره، مخصوصا ما بین کسایی که
دایرکتر فیلم مثلا رو در فیلم ها فعالیت موسیقی دارن، اونا نمیتونن که یکی از دیگر چی کنن. وقتی که همه که چیزی میبراید او را یا تداخل مینامن که یک اندازه اجازه داره، ولی اندازه بیشترش حق داوار داره که چرا از آهنگ ما استفاده کردی بدون از اینکه اجازه از ما بخواید. همه چیز بوده ولی از ما نبوده، از ما نبوده و سالهای سال و تا امروز وجود نداره. نگفتم ات مرا و جا که آشنات منم، در این سراب فنا چشمه حیات منم. نگفتم ات مرا و جا که آشنات منم، در این سراب فنا چشمه حیات منم. نگفتم ات مرا و جا. دیده میره با هم قرارداد کردیم که شما امی ذمه‌داری را با خود بگیرین و امی آهنگ ها را، امی کاپی رایت در افغانستان اگر دیگران ناوردن و تعمیل نکردن، عملی نساختن، ایره ما و شما امی کارم قدم اول میمانیم. امی را به صورت رسمی آوردیم و در دفتر رسمی انگلستان امی را ثبتش مانده که اینمی چیز به شما سپرده شده که شما آهنگ های مرا حقشه، حق نشرشه و هر عنوانی که باشه، از رای یوتیوب باشه، از رای ثبت های کسید چیدی و یا وسایل دیگه ثبت و ضبط که پیش شما موجود هست از امونا استفاده میکنین، شما محق از امیره دارین. کسای دیگه هم هستیم که میکاره کدن مگر اجازه نبوده، ما اجازه کسی را ندادیم. اگر کسی داره کسی داشته و به اختیار خود اونا را در اونجا به نام خود گذاشته، موضوعش چه داد و ما تشخیصش برای ما مشکل است کدام نفر برای شهرت خود می کار کرده، شهرت خالی، و کدام نفر برای جیب پر کردن خود. همین جیب پر کردن والاها هم کم نیستن، شمارشان زیاد هستن که اینمی را کم مفت از این طرف و این طرف پیدا کنن و یک راه برای شهرت خودم پیدا کنن، یک راه برای پول پیدا کردن امیر پیدا کنن، امی کار کردن. ولی به هر صورت ما و شما یکی دو سال پیش همین موضوع را به صورت رسمی آوردیم که امی کافی رایت باید از این قدم اول گذاشتیم برای زی که باید از این کافی رایت باید حتما به این خواندن باشه. هر کس نمیتونه خود سرانه فقط برای شهرت یا برای پرکردن جیب خود امی کار بکنه. بگه امی چیز ما همی حق برای شما دادیم و حق برای شما میتونم او خوبی هایی که برای ما شما انجام دادین در نشر کتاب ها، حال در روزی 3 یا 4 کتاب ما توسط شما چاپ شده و به شکل بسیار مقبول و زیبای شما اونا را چاپ کردین، اما آثاره که در او ناشناس، ناشناس نیست، اثر بسیار گرانبهای جناب دکتر صاحب صبور الله سیاسنگ با اثر دوم از اونا که من بیگناهم تو بدگمانی، امیر تحت ازمه عنوان کتاب دیگه برآمد و از طرف شما به خواهش ما البته امیر کتاب نوای ناشناس که بسیار برداشت های از امیر کتاب نیم قرن با ترانه های ناشناس اما هم به خواهش من از شما شده که شما اینا را به شکل صحیح و درستش به کتاب نوای ناشناس کامل بسازن و امی کار شما با محبت و لطفی که شما داشتن امی نیکی را به حق ما کردن و امو کتاب با شکل بسیار مقبولش با نوشتن امی سرنوشت زندگی ما به 3 زبان فارسی، پشتو و انگلیسی با بهترین شکلش که ما کمتر کسی را میبینم که با امو خوبی و زیبایی که شما امی موضوعات در اونجا تفصیل دادن و در مورد زندگی ما نوشته کردن و خواهش های دیگه ما شما دارم که در مورد زندگی ما آنچه میدانن و شما در مدود آشنایی، در حدود آشنایی ما و شما که زمین چند سال با هم داریم و بعد ازی با هم خواهیم داشت هم در باره زندگی ما چیز نوشته میکنن، ما با من نوشته ایمان دارم که یک چیز درست خواهد بود. در باره هیچ کس هم تا 4 یا 5 کتاب یا در بارش یا خودش نه
به برامده برای اولین دفعه در افغانستان میشه. امی صلاحیت ما برای شما داریم. موضوع نشر امی آهنگار و ادعای از امیره که امی آهنگار شما برای اولین دفعه حقوق ثبتشه و کافی رایتشه به اصطلاح انگلیسیش برای شما داده شده. این امیره شما توقع دارم که این امیره شما تعقیب کده میتونن به خوبی و ما به هیچ کسی اولادهای ما متاسفانه مصروفیتهای خود دارن، اونا فرصتی از ایره ندارن که می چیزهای مره و دنبالش بگردن. خانم هم اما طرف اونا هم زیاد علاقه و امی که اثر مره کی کاپی کده و کی کاپی نکده و تا کجا را تعقیب بکنن که امی درست است یا نیسته. اما اونا را حوصله کن و خودشان مصروفیتهای عجیب و غریب خود دارن و ما هم برشان امی حق میتونم که اختیار دارن هیچی نیست، ولی شما امی ذمه‌داری رو با خود گرفتین و میفهم که شما امی اهلیت دارن که امی موضوعات تعقیب کنین، رادیوها رو مشنوین، تلویزیون، یوتیوب، گوگل هم اونها رو تعقیب میکنین. در پاسی که خواستن در فیسبوک اختیارش رو با خود گرفتن به نام خود میکتن. متاسفانه صلاحیتی از ایره ندارن. مردم سوالهای دارن، اما سوالها را شما اگر داشتین تو به دست آوردین اما را از ما پرسان کردین و ما هم برای شما جوابها را دادیم. بسیاری جوابها را شما چون ما را مشناسین با ما صحبتها کردین و صحابه ها کردین میفهمین. خودتان اما را با صلاحیت عامتان نشر میکنیم و بسیار راضی هم هست مردمون. برای اشخاص دیگه بسیاری کسای هستن بسیار بیتویه هستن، اونا نمیتونن که او التماس هم رای من ندارم دیگه، یک التماس داشته باشن امی سوال جوابشه نمیتونن خودشان نوشته کنن، اما صلاحیتی که رو ندارن. متاسفانه یکی برای شهرت خود یکی برای پرکدن جیب خود امی کار میکنم، اگر عبیش درست نیست، عبیش درست نیست برای دیگه جوابهای من یا باید از ما پرسان کنن یا باید بفهمن که من چی جواب باید بتم. شفقت و مهربانی یک دوست بسیار نیک ها و خیر ها و از عمق دل شما شما یک حدی بزرگ خداوند بر مردم افغانستان هستین. این تمام دوستدارایتان میگی تنها حرف من است. شما میلیون ها دوستدار دارین در قلب میلیون ها انسان افغانستان، انسانایی که همه زندگیشان به بسیار سختی و دشواری میگذره به موسیقی شما پناه آوردن و میشنون و همیشه لذت میبرن. شما همه مردم افغانستان با هنرتان نوازش دادین، این افتخار بسیار بزرگ است بر خودتان و به همه عزیزایی که با شما وابسته هستن و به ما هم می افتخار میرسه که وقتی که نام با یک این شکل به کار شما پیوند میخوره بسیار به ما ارزش بسیار زیاد دارد. نن بشپز ما دیار پکم متانی جلوگر با پکم هٹ پکم دکانی کم دکان باید دخلی در درو کانی شرم ولی باید حسن کم ترکانی پڑیوا باید دمخ کم پتن رحان بھائی پاکان کنا پاکانی پڑی نچ ویل دے خمس ما دل چھتے وار دیار دتر بدل پڑی نچ ویل دے خمس ما دل چھتے وار دیار دتر بدل گورت سوکھوی نپو ہے زم چھپ سادوی کب روی پچھ شان بشکست زہر پزروی
لطغما باید از لطغما بخروی دم قدم باید خوالی دم اخباروی رنج کردی باید چا خور دبابی سزاوار ده غر ستم ده هر پیخوی جمی یار پا سفر بلی زبطوریم سزاوار ده غر ستم ده هر پیخوریم یار پس مرتلی لپکوریم موضوعی دیگه است. من یه جان با شما عرض کنم که بعضی وقتا در بعضی مجالس که رفیقای بسیار نزدیکی ما هستن و از اونا بسیار ممنون استم که می 30 سال 31 سالی که در انگلستان زندگی کردیم با ما بسیار مهربانی ها کردن و از روز شما همیشه بهرمند شدیم. زما محفل از اینا که اینا وجود دارم که ثبت می خوانم اونا ثبت می کنن امی ثبت اونا بعض وقتا به نام خود نشر می کنن. خب نشر می کنن نشر کنن اما حق عزیز به دکرا هم بتن و دکرا کسای دیگر نیست به شما امی حق باید بتن که شما برای کسی که مسئول همی کارتن و من آهنگار برای شما مسپارم صلاحیت نشر همو آهنگار که در او کدام اصلاحاتی اگر لازم باشه هم شما همو اصلاحات میدانیم و در او بیتر در و شکلی که او را خوبتر بسازه وسائل دارن که همو آهنگار شما میدانیم که خوبتر از همو چیز که هست و یا ادیت کنن در اونجا بازی چیزها را کم کنن و زیاد کنن همه الهیت شما دارن. از این خاطر این حق برای شما میتونم که شما حق دارن که امو آهنگار را بگیرن و نامها را ما برای شما واضح میگیرم. جناب نجیب یوسفی رفیق 31 ساله محبت اونا هم آهنگار را ثبت میکنن بعضی وقتا. نجیب وکیلی هم 31 سالت میشناسم اونا هم ثبت میکنن اما گفتم که شما حق ازیر دارن که اما آهنگار بگیرن و در مجموعه که شما نشر میکنن در اون شامل بسازن و ملادن در هر جای هم چیزی که لازم است و اصلاحاتی که لازم است شما اما اصلاحات در مبین رو بیارن. شما میدانین مرا چی چیزها را من موافق هستم که چیزها را نیستم هم چیزهایی که موافق نیستم ولو که همونجا نشر شده باشه یک دفعه شما حق اصلاحی شدارین ادیت که در میدارین به اصطلاح. تشکر. یعنی شما به این نظر هستین دکتر صاحب که در محفلهای خصوصی و رسمی و هر جایی که شما هر آهنگ یا هر موسیقی را که نواختین و ثبت کردین و خواندین ما اجازه نشرش بر صفحه شما در صفحه یوتیوب خودم در صفحه نوای ناشناس و وبسایت شما و ساوند کلاود شما مطلق. دارم دا اگر یکان اپ دیگه هم اضافه میشه یکان مطلق شما دارم گفتم که اون نموره از نمتر تنها نکره که بلکه در او ایدت کردن و چیزی اضافه شدن یا چیزی کاستن امیر هم صلاحیت شه برای شما میتونم تنمی چیز صلاحیت ما برای شما داریم برای کسی بکنیم. شما دانش فراگیر دارین و یک بحر از موسیقی و هنر و در مجموع من نمیتونم خدا صاحب صلاحیت این مورد ببینم مگر کوشش خواد کردم که در محدوده توانایی و فهم خود تربیه کافی. منیجه جان شما در چاپ کتاب ها ما میبینم که بیشتر از 200 کتاب شما تا حال چاپ به چاپ رساندن و در بیشتر از این کتاب ها شما هم تفسیرهای های خود تقریض خود هم اونها را نوشته کردن در باره این کتاب بسیار هم خلاصه اونا شما در 2 صفحه 3 صفحه هم را با وجه بسیار احسنش ادا کردن و همون چیز گفتن. یعنی کم چیزی نیست که می بر برنامه شاهماما چیزایی که نشر میشه از اونجا اینمی موضوع هم مطرح هست که میره شما به دوش دارین. از این خاطر ما خوب هستم که همکاری با همین مؤسسه دارم و از این طریق همین مؤسسه اگر نفع ما برای از این مؤسسه میرسه از یک طریق چه مادی باشه چه معنوی ما همون را ترجیح میدم. از این که
نفرایی هستن که صلاحیت جوابهای مرا ندارن، صلاحیت دفاع از مرا ندارن، صلاحیت جنگ از طرف ما که به جای یک دعوا و یک مشکل دارم و مخالف هستم با مچی امور ندارن، ولی همون چیز اختیار به خود دادن و با تمام بیچارگی خود در می چیز شامل کردن خود و ما با تفان از ما خدمتشان راضی میشم. برای دیکی بسیاری کسا دوستا هستن، نیکخواه هستن چیزا، مگر اما بعضی وقتا دشمنی دانا بهتر از دوستی نادان میشه. دوستی های نادان ما نمیخوایم که همچی باشه. من اشاره نمیکنم که کی پرسیدن و کی جواب دادن، اما نارا من چیزا را میخوامم، ولی به هر صورت اما اشخاص خواهش میکنم از پیشان که دمیست مداخله نکنم. جوابهای که سوالهایی که از ما پرسان میشه جوابهایی که امونا نفن، همین جوابها را شما حق دارین برزی که یک آدم آثار افعالها را شما نشر کده. خب امیدوارستم دکتر صبی گرامی زنده باشین. شما این مسئولیت بزرگ است، کوشش خواد کردم که بتانم از این مسئولیت خدا موفق و سرفراز بیرون بکشم و اگر اشتباهات باشه من همیشه دوست دارم بشنوم از هر صاحب نظر و صاحب صلاحیت یرسه و بخصوص خود شما. خرقه پوشان همگی ما از گذشتم دو گذشت، قصه ماست که بر هر سر مدار بماند. ما نظر از خیر قبوشان بستهیم، ما نظر از خیر قبوشان بستهیم، دل با مهر با دنوشان، دل با مهر با تماس داریم، از رای تلفن تماس داریم، شاید یک وقتی از نزدیک با هم دیدیم، امی تماس ها و چیز ها وجود دارد. از این خاطر با هم مشوره میکنم که اینه طور یک چیزی هست. اگر شما با مشکل مواجه میشن از ما میپرسن، اگر با مشکل مواجه میشن با شما مشوره میکنم. یک مقدار شناختیم یکی دیگر هست میفهمیم که و باز دشمنی با هم نداریم، دوستی هستی چیزا. از کار برای
چی پر کردن نیست، برای مشهور شدن ناحق نیست. اگر مشهور میشم یک چیزی بسیار زمینی است که باید شوه، و اگر چیز ناحق خواسته باشیم چی کنم؟ اما اونجا آدم قوراً فامیده میشه که نمی، اما حقی از می شهرت به دست آوردن امیر نداره و اما او کوشش کنه که می کار بکنه. مثل که بعضی کسا رو گفتیم که رابط شما میتونن دکتر خوب شوین، انجینیر خوب شوین، اما خواننده خوب شدن نمیتونن. یعنی یک چیزی بوده که از روی تجارب زندگی خود فهمیدم که بعضی کسا نمیتونن. خب آواز همه کس دارن، لیکن آواز قابل شنیدن، آواز جاذب که جبه داشته باشه، آواز نوازنده که به نوازه گوشه، اونها رو هر کس ندارن. خب خوانده هر کس میتونن، لیکن هنر باید یا خوب باشه یا نباشه. این همین چیز از پیش مقالات میگه، اگر نباشه اما شاد بودن هنر، شاد کردن هنر. شاد بودن کار آسان نیست، کما که اگر شادی هم داشته باشن خودم مقایسه کنم با بسیار کسایی که بدبختر از او هستن اما شاد هستن، و اینا نمیتونن که چیزی که دارن ارزش نمیتونن. اینا کسایی هستن که به دوار هم شاد ساخته میتونن. من راستی برتان بگم، یک چیز از این پروگرام ها میبینم به نام کپل شرما، اینمی یک برنامه نی، دو برنامه نی، امی یوتیوب پر است از چیزهای اینا. با خدا باور کن که به حد شیرین کارهای میکنن، به حد لازم گپایی که آموزنده است اما ناره به میان میاره، با لحن بسیار خوب. کسایی را که انتخاب کرده بسیار آدم هایی رسیده و ورزیده به امی کارستن، تجربه طولانی دارن. و این را بستان بگیم که بیننده های تو به هزارها نیست، به میلیون ها نفر آله رسیده، 8 میلیون، 10 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون نفر. یعنی امی کلان یه خدمت شاد بودن هنر است، شاد کردن هنری والاتر، اینا شاد میکنن. یعنی چیزی که شرایط که امروز ما داریم، بجز تلخی ها و بجز بدی ها و بجز ضرر رساندن ها و چاک کندن ها، چیز کمتر میبینیم. این همی چیز سیاست یک تکه دروغ شده، یک تکه بازی دادن شده، ولو از طرف کشورهای بزرگ هم باشه. اونمو گپ چارل دوگل که شریک جنگ دوم جهانی هم بوده یک زمانه، و رئیس جمهوری هم کشور پرادستان شده، همون میگه یک سیاست مدار با گپ خود ایمان نداره و باور نداره. وقتی که دیگرها باور میکنن تعجب میکنن. اینمی حالت میگن سیاست مدار خوب کس از دکتر صاحب که گپ دیروز خودم رد بتانه، یعنی آنچه دیروز میگفت امروز رو رد کنن. دیگه به هر صورتش سیاست همیشه در کشورهای عقب مانده و بیچاره ما دروغ بوده. خب دکتر صاحب، یک سیاست دیگر هم مواجه شدیم در اینجا، مثلا به نام بلک میوزیک، و که مسئولیت آهنگ های آزاد میوزیک سنتر داره. اینا هم بر آهنگ نن بشپز ما دیار پا کم مکان بی به ای ایراد گرفتن که کاپی رایت شما اجازه ندارین، و کاپی رایتش آزاد میوزیک سنتر داره، و یک شمار آهنگ های دیگه شما کمی لازم هم میتونم لستش بر شما بخوانم. دکتر صاحب، کس به نام ظاهر حقجو در ساوند کلاود شما بعض آهنگ ها، آهنگ مثلا هر سو که دویدیم، هم از سوی تو دیدیم، و آهنگ دیگه به نام ما را به غمزه کشت و قضا را بهانه کرد، یا ما نظر از خرخه پوشان بسته ایم، و نگفتم ات مروان جا که آشنات منم، قدت خمچه لبان غنچه دلت سنگ. ای آهنگ ها را بلاک کرده و ما اجازه نشر زیر در ساوند کلاود ندارم، و ساوند کلاود مرا اختار داده، و یعنی هیچ گونه حقوق ندارم که آهنگ ها را نشر کنم. من یک جان یک چیز برتان میگم بسیار کوتاه، چیزی که هر کس دعوا میکنه لطفاً اما یک سند رسمی شه بیاره. شما سند رسمی همی که می آهنگار و کاپی رایت زیری کاملا به شما سپرده همینا را دارن. نوای ناشناس کتاب است که شما چاپ کردن، در اونمون آهنگای ما وجود داره، آهنگایی که ما ساختیم همونا را
ما در اون موجه ذکر هستم این چیزا و امونایی که مشکوک هستم سوالیه پیش روی در اون چیز ماندیم و امونایی که از دگرا هست اونها رو ما گفتیم که دی همه آهنگ ساخته آهنگایی که ما ساختیم اونها رو اما اختیار مطلقش شما دارن و هر کسی دیگه ای که چی میکنه فقط مثلا به نام ظاهر حق رسمی با امضای من هم را نشان بده. خب ظاهر حق جو یک شما را آهنگ های شما را در ساوند کلاود بلاک کرده یعنی باید حق جو نباشه اگر حق جو باشه همین چیز بیار سندش اگر حق جو هست اما اگر حق جو نباشه چرا نی؟ و چرا می تخلص هم تخلص بگو سر به نظر با آقای ما بگو خب ما در قدم اول دکتر صاحب با اجازه شما اول می پیام شما رو نشر می کنم و اگر اجازه بدین کپی ام خود متن که شما نوشتین و در امضا کردین در پایش بر درابطه بکنیدون او رو هم نشر می کنم و در صورتی که دوستا متوجه نمیشن و هنوز هم ادعا دارن باز در صورت من وکیل میگیرم و راحت باید خودشان کنار برن اقلا بعض آهنگای را اگر نشر میکنن ما باید اجازه نشر تمام آهنگا را داشته باشیم و به شکل غیر قانونی ما را در جنجال نپرتن که ما هم وقت اضافی ندارم مجبور هستم با وکیل گپ بزنم که همراهشان صحبت کنم و باز در صورت هزینه کل جنجالایی که میشه چون بر حق نیستن باید خودشان بپردازن دیگه به هر صورت سه چیز ما هر کس که شک داره کمی من بشپز ما دیار با کم مکان یا میره هر کس که شک داره لطفا بیارم چیشه که از کجا کاپی کردیم چی را کاپی کردیم بله درست است برای زیکی از این موضوع تقریبا چلو چند سال بچه ما چلو پنج ساله است کامیاره یک ساله بوده که ما امیر برای مادر سپردم و رفتم من کمپوز ساختم این چلو چار سال پیش اما یک سنه ده بیاره که اینی آهنگت اون وقت خانده شده اما که بعد از 44 سال یک کس چکره از من کاپی کده نگرم چی نیست که یه آهنگ ما هم خوب بوده با یاد من کرده باشه که یه آهنگ از که نشر کرده به صدای شما حق کاپی شو داره شاید قسم یک دعا کرده باشه بله بله مقصد همه سند که نداشته باشه شما به هیچ مورد ارزش نتن حق جو باشه یا غیری حق جو باشه اما طرف نیست به هر صورت دکتر صاحب لطف کردین شما وقت گذاشتین بر ما و بر شنانده های خوب دارم شما هر مشکلی که پیدا میشه لطفا امروی ما تماس بگیرین مصاحبه میکنیم اما مفروع رو پورا چی میکنیم پورا حل میسازیم هیچ مشکل ندارم شما هم زنده هستن ما هم در درست و کیک پاسده با هم دارین شما در اون سر دنیا هستن ما در اینجا دارم شما اونجا مکلفیت ها و مسئولیت های دارین ما در اینجا مسئولیت در مقابل اولادای خود اینا دارم که به هر کدامشان کوشش میکنم یک کمک اگر بتانم به میارم برشان که در بتانم اینا دیگر چی هستک به تماس هستیم همین موضوعات حل میکنم مگر یک چیز برتان میگم من یه جان که به هیچ مورد کوچکترین ترس نداشته باشه و ما هم کوچکترین ترس ندارم برای راست گفتن اما هر وقتی که باشه من نمیخوام یک طعنه برای اولاد خود بارم من میراث مادی ندارم برای زنا نماندیم حد اقل اما یک میراث بعد برای زنا نمیم که با بیتمی دروغا گفته چرا گفته شما آینه وارد شخصیت شما آینه وارد با همه مردم افغانستان واضح روشه مثل آفتاب است همه چیز شما هیچ راحت باشین و من هم هیچ گونه حراس ندارم و بسیارم افتخار میکنم به می کار که مصروف است گاگای در صفحه شما مطلب را نشر میکنم یا مصاحبه را نشر میکنم برام افتخار بزرگ است و امیدوار هستم دوستا همکاری کنن آنچه به دسترس دارن روان بکنن که تنها برای خود نگاه نکنن احتمال داره زایی شو از پیششان اگر موسیقی اگر کلپ از هر یا مصاحبه هر چیزی که هست روان کنن که همه شنونده ها بشنون و مردم دوست دارن از شما زیاد بشنون دیگه شما رو به خدا سپارم یاد بشنون با ما نفت بشنون دارم بقاقه بخنده دلیوی کماری دزرقم به غل دلیوی کماری فراغت بایب سندلی میکنوی چا با حال تری پشت دلی میکنوی کٹ و
وزای بای مندلی بی کنوی کنچوار بمسی دلی بی کنوی مستما هندی بی پت سوک پیاری چه غم خور نشم دیار پدا پاری مستما هندی بی پت سوک پیاری شم دیار پدا خواری یاد یار سرت خلی پس پروان هر ځای می وړ ولې ته وزر وای یا یې مرد بلتان غم شر وای یا پدواړو ستر ګټ پړون په نظر وای کدا نه کې دای هر کې زموت زر وای خود په خود می ځان وهلې په خنجر وای صفات شوم تر یار پر مختوری بجرگا دا عاشقانو کی کزبوری صفات شوم تر یار پر مختوری بجرگا دا عاشقانو کی کزبوری سزاوار دا هر ستم دا هر سفر چلی زپکوریم سزا دهت ستم دهر بخوریم چمیات پا سفر چلی زپکوریم سزا دهت ستم دهر بخوریم.